به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما بینندگان گرامی برنامه هفته‌نامه. در این برنامه از موضوعات داخلی برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را مورد واکاوی قرار خواهیم داد. در کنار آن نگاهی خواهیم انداخت به بحران درونی طالبان به خاطر جابجایی مهره‌های اصلی سیاسی نظامی این گروه. در بخش خارجی اما بحران سیاسی جدید لبنان را بررسی خواهیم کرد. در آغاز افغانستان در هفته ای که گذشت. لوی جرگه مشورتی صلح جمعه گذشته 17 اسد با شرکت 3200 نفر و با هزینه 330 میلیون افغانی در کابل برگزار شد. موضوع محوری این نشست سنتی و البته غیر قانونی تصمیم گیری در مورد سرنوشت 400 زندانی خطرناک طالبان بود، چیزی که آزادی آنان مهر تأیید شرکت کنندگان را در پی داشت و آقای غنی هم روز دوشنبه 20 اسد حکم آزادی آنان را امضا کرد. اگرچه منابعی از آزادی بخشی از آنان در شرایطی سخن گفتند که 3200 نفر از سراسر افغانستان در لوی جرگه مشورتی صلح به زعم خود در مورد آزادی یا عدم آزادی آنان رایزنی می کردند. در لوی جرگه مشورتی صلح حدود 3200 نفر از جمله 700 زن از سراسر افغانستان شرکت کرده بودند. ریاست لوی جرگه را عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه به عهده داشت. این نشست بنا به فراخوان آقای غنی برگزار شد تا در مورد رهایی 400 زندانی جنجالی و خطرناک طالبان بحث کند و درباره رهایی آنها مشورت بدهد. آقای غنی در اختتامیه این مراسم سخنرانی کرد و خطاب به اعضای لوی جرگه گفت که فیصله شما فیصله ملت است و همه چیز در قطعنامه گنجانیده شده و نقش ما تطبیق است. او افزود که از طرف تمام همکارانش در دولت و دستگاه قضایی افغانستان تعهد می‌کنند که این مشورت و تصمیم آنها عملی خواهد شد. لوی جرگه درست همان نتیجه ای را در پی داشت که برگزار کنندگان آن مد نظر داشتند. آنها می‌خواستند با برگزاری جرگه از زیر بار یک مسئولیت سنگین تاریخی فرار کنند، مسئولیتی که در شرایط عادی و عادلانه یک خیانت ملی بزرگ و لکه ننگین در کارنامه افرادی محسوب می شود که مرتکب آن خواهند شد. زندانیانی که لوی جرگه با آزادی مشروط آنان موافقت کرد، مرتکب جرایم حق العبدی سنگینی شدند که بخشودگی آن نه در صلاحیت رئیس جمهوری است و نه اعضای جرگه ای که منتخب مردم نیستند و از آنها نمایندگی نمی کنند. با این حال اشرف غنی در پایان جرگه مشورتی یک بار دیگر به یک مشورت غیر الزام آور فاقد مشروع و وجاهت حقوقی افرادی اعتبار داد که نه درکی از حقوق و قانون و قضا داشتند، نه از الفبای سیاست و منافع ملی چیزی می دانستند و بخش قابل توجهی از آنها حتی از سواد ابتدایی هم محروم بودند. آقای غنی صریحا مدعی شد که فیصله از اعضای جرگه بوده و او صرفا مجری این تصمیم است. این در حالی است که جرگه فیصله کننده نبود و همان گونه که اشاره شد حتی اگر اعضای آن را حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و حقوقی و نخبگان افغانستان تشکیل می‌دادند، باز هم آنان صلاحیت بخشیدن حقوق مشروع قربانیان جنگ و جنایت و ترور و مبارزه برای براندازی نظام و اقدام علیه امنیت داخلی کشور را نداشتند. برگزاری لوی جرگه نمی‌تواند تأمین کننده صلح در افغانستان باشد. دلیلش هم من فکر می‌کنم بسیار واضح است، چون جنگ و صلح دست افراد ساکن در کشور نیست. جنگ و صلح برمیگرده و اراده بازیگران بیرونی و اراده قدرت های بزرگ است که میتونه جنگ را در افغانستان ایجاد بکنه، خشونت افزایی را ترویج و گسترش بده و میتونه صلح نسبی را خلق بکنه. بنابراین نمایش های این چنینی ممکنه خوراک داخلی داشته باشه و برخی از تصمیم هایی که فل واقع برمیگرده به اراده بازیگران بیرونی، منطقه‌ای و همسایه ها و قدرت های بزرگ، ولی توجه کننده یا مشروعیت بخش و تصامیم گویا با برگزاری نشست های این چنینی به دست می آید. از این خاطر کارکردی برگزاری لوی جرگه در افغانستان
به صورت مستقیم نمیتونه ممد صلح، آورنده صلح باشه یا عکسش. برگزاری چنین لویجرگه ها در افغانستان به یک نحو نشان دهنده بنبست حاکمیت قانون در افغانستانه و از طرف دیگر نشان دهنده ضعف موقف حکومت یا دولت افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان. برگزاری لوی جرگه یک نوع اظهار وجود دولت افغانستان و نشان دهندن اتوریته و مشروعیتش، به رخ کشاندن مشروعیتش برای جامعه بین المللی و رقیب اصلیش در مذاکرات صلح. شما میدانید که فعلا سه قدرت اصلی در رابطه با مذاکرات صلح یا آوردن صلح در افغانستان درگیرند: یک طالبان، دولت افغانستان و جامعه بین المللی. و از طرف دیگر قطعا شروع مذاکرات بین الافغانی در حقیقت زمزمه های پایان حکومت اشرف غنی و رفتن به سمت حکومت موقت یا عبوریه، چون ما شما بار بار شنیدیم که طالبان دو تا پیش شرط اساسی داشتن برای مذاکرات صلح یا آوردن صلح در افغانستان: یک، خروج بدون قید و شرط نیروهای خارجی از افغانستان، و یکی هم عدم مذاکره با دولت افغانستان بلکه با جامعه بین المللی. در چنین موقف دولت افغانستان هیچ چاره ای نداشت جز اینکه یک بار قدرت خود را به روح رقبا یا جامعه جهانی از طریق برگزاری لوی جرگه بکشه. من احساس میکنم برگزاری چنین لوی جرگه های مثل لوی جرگه 2013 که آقای کرزی برگزار کرد برای امضای توافقنامه پیمان استراتژیک با آمریکا، هیچ گونه تأثیر روی آمدن صلح در افغانستان نخواهد داشت. ببینید، رهایی 400 تا زندانی که مجرم هست و هر کدام بر اساس آمار منتشر شده هر یک از جهانیان از 2 نفر تا 40 نفر را به قتل رسانده و کشته، خب جنایتی در این سطح و جنایتی به این پیمان فاجعه بار را هیچ منبعی یا هیچ آدرسی نمیتانه مورد عفو بخشش قرار بده. متاسفانه تصامیم اتخاذ شده یا مشوره های اینچنینی که در لوی جرگه افغانستان اتخاذ میشه و گرفته شده، قبل از آنی که بار حقوقی داشته باشه که ما از صلاحیت بپرسیم که آیا اعضای شرکت کننده در لوی جرگه از چنین صلاحیتی برخوردار است یا نیست، بیشتر حیثیت سیاسی و مناورهای سیاسی به عنوان مناورهای سیاسی تلقی میشه که خوراک خاص خود خورداره و کارکرد خاص خود خورداره. از او خاطر چنین صلاحیتی به این آدرس ها نواگذار میشه، نوا مستند به هیچ گونه منبع و قانون دیگه ای میتونه باشه. آقای غنی همچنین در ادعای حیرت انگیز اعلام کرد که به نمایندگی از دستگاه قضا قول اجرای فیصله جرگه را می‌دهد. این در حالی است که بزرگترین غایب این جرگه دستگاه قضا بود، زیرا این جرگه در امور کاری و صلاحیت‌های ذاتی دستگاه قضا دخالت کرد، به طور غیر مشروع و بدون کمترین اعتنایی به احکام قانون و جای آن نشست، حکم صادر کرد و حکمش به هیچ وجهی لازم الاجرا است. با وجود این، ممکن است طرفداران برگزاری لوی جرگه تصمیم‌گیری در برای سرنوشت 400 زندانی خطرناک طالبان را در چارچوب مصالح اولیای کشور قرار دهند و این جرگه حق تصمیم گیری در این زمینه را تفویض کنند. اما بر این فرض دو ایراد مهم وارد است. یکی اینکه لوی جرگه ای که حق تصمیم گیری درباره عنوان کلی و مبهم مصالح اولیای کشور را داشته باشد، امکان برگزاری ندارد، و ایراد دوم هم این است که همین قانون اساسی که به لوی جرگه صلاحیت تصمیم گیری درباره مسائل مهم ملی را اعطا کرده، استقلال و اقتدار قوه قضاییه بر اساس اصل تفکیک قوا را هم به رسمیت شناخته است. تصمیم درباره سرنوشت زندانیان خطرناک طالبان بر بنیاد نصوص صریح قانون اساسی از صلاحیت‌های جدایی ناپذیر و غیر قابل انتقال دستگاه قضایی، دادستانی کل و دادگاه عالی است و لوی جرگه نمی‌تواند با سلب این حق قوه قضاییه را تعلیق کند و خود را در حالی که بر بنیاد استدلال‌های مورد اشاره اهلیت و مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد و جای آن بنشیند و تصمیم بگیرد. یک روز پس از پایان کار لوی جرگه مشورتی صلح، تلویزیون ملی با نقل از منابع معتبر اعلام کرد که مذاکرات بین افغانی حکومت و گروه طالبان در 26 اسد آغاز می شود.
به نظر می رسد تا اینجای کار همه چیز علیه جمهوریت و به نفع امارت پیش رفته است. در چنین شرایطی آقای غنی سند آزادی 400 زندانی طالبان را امضا کرد. زندانیانی که گفته می شود 40 نفر از آنان از شهروندان خارجی و طراحان انفجار مرگبار چهارراه زنبق هستند. منابع تایید کردند که فهرست 400 زندانی خطرناک طالبان شامل حدود 40 شهروند خارجی از جمله اتباع پاکستان و ازبکستان نیز می شود. و گفته این منابع خطرناکترین مجرمان مانند طراحان انفجار مرگبار چهارراه زنبق همچنین شامل این فهرستند. یک منبع مطلع گفته است که شماری از این زندانیان کسانی هستند که از سوی جنرال رازق فرمانده پیشین پلیس قندهار بازداشت شده بودند و بقیه آنان از وردک، غزنی، زابل، جوزجان، اروزگان، هرات، غور، فاریاب، سرپل و پکتیا هستند. به گفته منبع این زندانیان به این دلیل خطرناک شمرده می شوند که ممکن است بعد از رهایی دوباره به میدان جنگ بروند چون آنان توانایی عظیم سربازگیری دارند. همچنین بیش از 150 نفر از افراد این فهرست شامل قاچاقبران کلان مواد مخدر هستند. این منبع گفته است اینها طالب نیستند. وقتی طالبان اصرار دارند که اینها آزاد شوند، بحث تمویل آنان مطرح است. اینها قاچاقبران کوچک نیستند. به گفته منبع در جمع این افراد مجرمان بزرگی از جمله آدم ربایانی هستند که اختطاف افراد توسط آنان به قتلشان نیز انجامیده است و نیز کسانی که در پشت حملات بزرگی از جمله انفجار چهارراه زنبق که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت نیز شامل این فهرستند. قرار است این زندانیان طبق فیصله لوی جرگه مشورتی صلح که پایان یافت و با امضای رئیس جمهور غنی آزاد شوند. حکومت افغانستان پیش از این دست داشتن این افراد در جرایم و جنایات بزرگ را تایید کرده بود، اما شامل بودن اتباع خارجی در این فهرست را به صراحت رد کرده بود. معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده با طالبان پیش از برگزاری لوی جرگه گفته بود که هیچ شهروند خارجی در میان این زندانیان نیست. آیا تحولات اخیر سیاسی که افغانستان را در آستانه آغاز مذاکرات بین افغانی قرار داده است در اردوگاه طالبان نیز سبب هرج و مرج و فروپاشی شده است؟ آسوشیتد پرس گزارش داده که جابجایی در سطح رهبری طالبان بحران جدی و جدیدی را در میان رهبری این گروه به ویژه دفتر قطر به وجود آورده است. پیش از آن گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر تغییرات مهم در بخش‌های سیاسی و نظامی طالبان توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه. بر بنیاد این گزارش‌ها رهبر طالبان 8 تن از اعضای دفتر سیاسی قطر از جمله ملا امیرخان متقی را برکنار و 4 تن از اعضای رهبری این گروه را به جای آنان منصوب کرده است. در بخش نظامی نیز ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر و جای ملا ابراهیم صدر فرمانده کارکشته طالبان مقرر شده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که هرچند جابجایی در سطوح مختلف طالبان از آوان تأسیس این گروه تاکنون ادامه دارد، اما جابجایی اخیر بحران جدی را در میان این گروه و ویشه در میان اعضای دفتر قطر ایجاد کرده است. در گزارش آمده اعضای دفتر قطر از میان شورای کویته، جناح سراج الدین حقانی و جناح ملا یعقوب تشکیل شده است که بعد از رفتن ملا برادر به قطر این اختلافات و مشکلات افزایش یافت، چون 8 عضو دفتر قطر و پیشنهاد ملا برادر برکنار شدند. این 8 نفر به روابط نزدیک با پاکستان نیز متهم شدند. در همین حال گزارش هایی وجود دارد که با نشر خبر اخراج این افراد، فرماندهان نزدیک به ملا عبدالغنی برادر در شهر کویته پاکستان از سوی دولت این کشور بازداشت شدند. از طرف دیگر باورها بر این است که در عقب بحران دفتر سیاسی طالبان در قطر، دولت آمریکا نقش بازی می‌کند و از این طریق می‌خواهد طالبان مستقر در میدان‌های جنگ را چند پارچه سازد و اخراج این افراد نخستین جرقه در این بخش به حساب می‌آید.
همچنین در این گزارش گفته شده که رهبر طالبان ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر را به صفت رئیس کمیسیون نظامی این گروه مقرر کرده است. کمیسیون نظامی از سال 2014 تا 2020 از سوی ملا ابراهیم صدر رهبری میشد. آقای صدر از کار کشته ترین فرماندهان نظامی طالبان به شمار می رود که تجربه جنگ با ارتش سرخ شوروی سابق را نیز در کارنامه دارد. گفته می شود که وی مورد احترام حلقه مرکزی شبکه القاعده نیز هست و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ملا ابراهیم صدر در سال 2019 با حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن در ولسوالی سنگین ولایت هلمند دیدار کرده و برای وی اطمینان داده که گروه طالبان به حمایت خود از سازمان القاعده ادامه خواهد داد. به باور آگاهان نظامی با آمدن صدر صفوف طالبان منظم تر شده و این گروه در جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی با تاکتیک های جدید آشنا شد. در زمان رهبری وی طالبان به جنگ افزارهای مجهز با دوربین های شبین دست یافتند. اما اکنون سوال اساسی این است که چرا ملا محمد یعقوب بی تجربه به جای یک فرمانده جنگی با تجربه گماشته شده است. در گزارش گفته شده که کمیسیون نظامی طالبان جنگ را علیه دولت افغانستان رهبری می کند. اما رهبری طالبان نگران بغاوت و انشعاب فرماندهان نظامی خیش در صورت موفقیت و یا هم شکست روند صلح هستند. از همین رو ملا هبت الله آخوندزاده با انتصاب ملا یعقوب می خواهد افراد متمرد و یاغی احتمالی را شناسایی و از مناصب نظامی عزل کند. از سوی دیگر ملا محمد یعقوب به عنوان فرزند ارشد ملا محمد عمر از نفوذ معنوی در میان فرماندهان و جنگجویان گروه طالبان برخوردار است و یکی از دلایل انتصاب وی به سمت مسئول نظامی طالبان استفاده از همین نفوذ معنوی او برای مهار بحران‌های احتمالی درونی گروه طالبان میباشد. لبنان هنوز از شوک انفجار مهیب بندر بیروت در سه‌شنبه هفته گذشته 14 اسد بیرون نشده بود که شوک سیاسی تازه‌ای ساختار بی‌ثبات سیاسی این کشور را به هم ریخت. با دنبال انفجار مهیب و مشکوک هفته گذشته بندر بیروت که مرگ بیش از 220 نفر و جراحت 7000 نفر دیگر و سپس تظاهرات گسترده مردم خشمگین را در پی داشت، دولت حسن دیاب استعفا داد و به این ترتیب عروس خاورمیانه بار دیگر سوگوار سرنوشت مبهم خود شد. به نظر می رسد انفجار بندر بیروت به مثابه دینامیتی است که لبنان را به لحاظ سیاسی اجتماعی به قبل و بعد از خود تقسیم می کند. لبنان قبل و پس از انفجار بندرگاه بیروت متفاوت از هم خواهد بود. این تفاوت می‌تواند تا تغییر بافت نظام سیاسی اجتماعی این کشور دامن گستر شود. اگرچه متعاقب انفجار سه‌شنبه گذشته بند بیروت سیل مردم خشمگین به خیابان‌ها سرازیر شد، اما خشم مردم لبنان ریشه در انفجار بندرگاه بیروت ندارد، بلکه زمینه‌های آن را باید در سال‌های اخیر و به ویژه آغاز جنبش اعتراضی اکتبر سال گذشته جستجو کرد. در واقع انفجار اخیر که به مرگ بیش از 200 نفر، زخمی شدن 7000 نفر و مفقودی 10 نفر دیگر انجامید، بر انبار باروت خشم عمومی آتش زد. هر انگیزه‌ای که سبب بروز اعتراض‌های عمومی از اکتبر گذشته تا کنون چه در لبنان و چه عراق شد، حالا و پیش از انتخابات نوامبر در آمریکا نتایج خود را رفته رفته بروز می‌دهد. بیراه نیست اگر گفته شود میوه اعتراضات اکتبر در لبنان و عراق در حال چیده شدن است. ایجاد نظم جدید در پی بی‌نظمی در ساختار ملتهب کنونی. استعفای حسن دیاب نخست وزیر لبنان و به تبع آن سقوط دولت این کشور آخرین رخداد در شمار اتفاقات پیاپی روزهای اخیر نه تنها در لبنان بلکه گستره خاورمیانه محسوب می شود. نظم جدید هنوز شکل نگرفته، اما در حال صاف کردن جاده‌های لازم برای این منظور است. گران نگاه نظم جدید تغییر در نگرش‌های سابقه دار در منطقه و به ویژه کشورهایی است که در نظرگاه غرب کانون چالش و نارامی به شمار می‌آیند.
لبنان بخشی از پازل است که کشیده می شود و قواره نظم جدید درآید. از همین رو بیش از آن که به جستجو برای یافتن عامل انفجارهای بیروت توجه شود، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با حضور در ویرانه‌های بیروت و در میان هیاهوی مردم خشمگین، عزادار و مستأصل از کمک‌های مشروط به لبنان گفت. او به نمایندگی از متحدانش در جامعه جهانی بر لزوم تغییر نظام سیاسی این کشور تاکید کرد. او به مثابه فرماندار کشوری مستعمره برای دولت مردان لبنانی ضرب الاجل تعیین کرد و به آنان تا اوایل سپتامبر فرصت داد که خود را با شرایط تعیین شده برای دریافت کمک‌های مالی از جامعه جهانی تطبیق دهند. سقوط دولت حسان دیاب و احتمالاً سپردن نخست وزیری به نواب سلام که موضعی متفاوت با سلف خود دارد، آغاز تغییرات در کشوری خواهد بود که پیشبینی می شود بافت سیاسی برآمده از ویژگی های قومی مذهبی این کشور را دگرگون کند. انفجار این چنینی در لبنان باستاب های بسیار جدی را به همراه دارد، ضمن این که پیامت های اقتصادی به او پیمانه و حجم را برای خود دولت لبنان و کشور لبنان به دنبال داشت. اصل چنین رخداد فاجعه بار میتانه نظم سیاسی را هم در سطوح متفاوت و مختلف متاثر بسازه و شکنندگی اوضاع را در سطح خاورمیانه بیش از پیش به نمایش بگذاره و اتفاقات و تحولات این چنینی نه تنها برای او کشور و بلکه برای کل خاورمیانه و نظام بین الملل خطرناک هست و گویا هیچ اطمینانی به برخی از خوشبینی هایی که معمولا عنوان میشه وجود نداره. لبنان برای برون رفت از مشکلات عدیدش و بر اساس آنچه حسان دیاب در برنامه اصلاحی خود اعلام کرده بود، حداقل به 25 تا 30 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. انفجار اخیر هم بر بار مشکلات مالی افزوده است. بندر بیروت تا پیش از ویرانی 400 میلیون دلار به صندوق دولت وارد میکرد، اما حالا بر اساس برآوردها حداقل 5 میلیارد دلار خسارت را بر دوش دارد. صحنه به گونه‌ای شکل گرفته که انتخابی جز تحمل آنچه الگوهای بیرونی بر لبنان تحمیل میکنند باقی نماند. بی‌اعتمادی عمومی به ساختار نظام سیاسی ابتکار عمل را از کنترل دولت مردان خارج کرده و اوضاع چنان آشفته است که مقام‌ها برای جان به در بردن از معرکه یک به یک استعفا می‌کنند. این برنامه در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما بینندگان ارجمند تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.